سلام. داشتن برق درست و همیشگی و قوی سالهاست برای مردم کشور ما یک آرزوی بزرگ است. سالهای زیادی از حمایت‌های اقتصادی جوامع بین المللی از افغانستان می‌گذرد و هنوز که هنوز است این کشور چنانچه در اکثر موارد خود خودکفا نشده است. در قسمت داشتن برق نیز هنوز از کشورهای همسایه برق وارد می شود. دو روز قبل، البته چند روز قبل، قرارداد برای خرید این انرژی با پاکستان بسته شد و همچنان نشست مهم در دهلی نیز یکی دو روز قبل وزارت انرژی، آب و برق داشتند که پیرامون این موضوع از آقای انجینیر حبیب الرحمن رحمت مایار مشاور وزارت آب و برق دعوت کردیم. در برنامه زیربنا تشریف آوردن. ویدا ساغری هستم. تا نیم ساعت دیگر در برنامه زیربنا با من خواهید بود. آقای مایار به برنامه خوش آمدین. تشکر. من هم به نوبت خود احترامات خود و سلام های خود از طریق تلویزیون وزین شما به بینندگان محترم در داخل و خارج کشور تقدیم میکنم. ممنون. آقای مایار، قبل از همه که بپردازیم به گفتگوهای اخیری که روی موضوع برق شده است، میخواییم بفهمیم چه اندازه برق در خود کشور تولید میشه و به چه اندازه آن از کشورهای خارجی وارد میشه یا خریداری میشه؟ سوال خوبی است. مجموعاً ما ظرفیت های مختلف آبی، آفتابی، بادی، بایوماس، جیوترمال و غیره داریم که ظرفیت آبی ما در وهله اول مورد استفاده قرار گرفته و 270 مگاوات از ظرفیت آبی ما استفاده میشه فعلا در داخل کشور، ولی مجموعاً در سطح کشور 1286 مگاوات انرژی به شمول انرژی تولیدی خود کشور ما فعلا ضرورت هموطنان گرامی ما را رفع میکنه. و چقدر از بیرون میخریم، خریداری میکنیم برق؟ طبعا 1286 اگر ما 270 کم کنیم در حدود 1210 مگاوات، 1211 مگاوات از کشورهای همسایه ایران، ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان وارد کشور ما میشه. خب، برای اولین بار قرارداد خرید برق از پاکستان فکر میکنم بسته شد، اگر اشتباه نکرده باشم، البته در ماه جاری بود. این برق چه مقدار است و چقدر این برق مطمئن است؟ قراردادی که بین محترم وزیر مالیه افغانستان و هیئت پاکستان امضا شده، این قرارداد مبنی بر تکس یا فیس است که از حق ترانزیت افغانستان، البته این قرارداد البته استفاده میشه، حق ترانزیت افغانستان برای فی واحد انرژی برق که از افغانستان وارد کشور پاکستان و یا آسیای جنوبی میشه، این طی هفته های گذشته با حکومت پاکستان امضا شده و در مجموع از این قرارداد، البته قرارداد فرعی است در رابطه با پروژه کازا توزن یا پروژه کاسا هزار، پروژه است که 1300 مگاوات برق مازاد کشور قرغزستان و تاجیکستان از طریق افغانستان و پاکستان فرستاده میشه و 300 مگاوات از این در شهر کابل دراپ میشه که برای استفاده شهروندان افغانستان از او استفاده خواهد شد. یعنی من حیث المجموع 1000 مگاوات به طرف پاکستان فرستاده میشه و ما از هر کیلووات آور از او به مقدار 1.25 سنت آمریکایی فیس خواد داشتیم و سالانه به حساب در صورت که 5 ماه برق داشته باشیم یک مقدار انرژی و در صورت که 12 ماه از این لین ما فیس بگیریم در حدود 80.07 میلیون دلار ما عاید خواد داشتیم. بسیار خوب. برقی که امضا میشه برای تنویر و تسخین در ولایت ها در افغانستان، برقی است که مردم ناراض هستند، مخصوصا برقی که از ترکمنستان وارد میشه و برقی که از ایران وارد میشه. مثلا در هرات و بدخشان برقی است که مردم میگن ضعیف هست و پرچوی هایش زیاد هست و در یک موقع نامناسب قطع میشه و یا قراردادش به اتمام میرسه که طرف ناراضی میشه. اینا برقی که حال با پاکستان بسته شده قراردادش، با در نظر داشته روابطی که افغانستان با پاکستان داره، مخصوصا روابط اقتصادی ایشان، آیا فکر میکنین برق مطمئن باشه؟ برقی که فعلا امی قرارداد امضا شده اصلا انرژی مازاد آسیای مرکزی به آسیای جنوبی از طریق افغانستان میره. البته در رابطه با کوالیتی یا کیفیت برق، این موضوع کاملا مجزا و جدا هست که در قراردادی که بعدا برای
تعهدات کلی پروژه کاسا دوزن امضا خواهد شد در نظر گرفته میشه. در رابطه به سوال شما ای که برق‌های ترکمنستان و سایر کشورهایی که وارد کشور ما میشه بی کیفیت است و یا هم انقطاعات بی موقع داره، ما کاملا موافق هستم. البته در این رابطه یک سلسله تعهدات در قراردادات نظر گرفته میشه که متاسفانه بعضا نقص میشه و یا هم در پیک تایم هموطنان ما انرژی رو به صورت مثمر و مؤثر استفاده نمیکنه. در وقتی که بین ساعت 5 الی 9 شب است واقعا مصرف انرژی بالا میره و همچنان از 5 صبح الی 8 صبح مصرف انرژی باز هم بالا میره. بنان تقاضای ما از هموطنان گرامی همی است که دمی مواقع دمی پیک تایم یا البته با اصطلاح تکنیکی از گروه تیودی میگن که در اینجا اگر از وسایلی که انرژی کمتر مصرف میکنه استفاده بکنه، صرف برای تنویر استفاده شو یا هم برای وسایل چون تلویزیون و غیره، تلویزیونای کم مصرف هم میشه که این انقطاعات کمتر شو. ولی در من حیث المجموع کیفیت انرژی وارداتی ما خوب نیست و در این رابطه مطابق قوانین بین المللی باید با این کشورها و قراردادهایی که ما با اونها امضا کردیم باید عمل شود. بسیار خوب. میخواستیم از مقدار انرژی برق در کشور مطمئن شویم که آیا برای زمستان امسال و فرارسیدن فصل سرما کافی خواهد بود یا نه. زیرا در این اواخر ما گفتگوهای با والی ها یا سرپرست های ولایت در ولایت های دوردست و مرزی افغانستان داشتیم، مخصوصا ولایتی که سردسیر هستند، و همچنان در کنارش ما در این اواخر معلوم دار هست که دولت چوب و همچنان سغال سنگ را به نحوی میخواد که مصرفش پایین بیاید یا تا مصرفش به صفر برسه، به خاطر اینکه این از جمله دارایی های کشور است و باید بالاتر به فروش برسه، نفع افغانستان یا کشور در او باشه یا نفع اقتصادی به افغانستان برسه. و بس دومش استفادهش آلودگی ایجاد میکنه، آلودگی هوا و آلودگی محیط زیست. لذا میخواین که از گاز و برق بیشتر استفاده شه، یا این فرهنگش در حتی دور افتاده ترین قرا و قصبات هم فرهنگش ایجاد شه. آیا برق فکر میکنین امسال برای سرمای امسال کافی قرارداد شده و یا وارد میشه تولید میشه؟ بله، توزیع برق ای منیجمنت و مدیریتش در طریق افغانستان برشنا شرکت صورت میگیره و اونا سال گذشته بسیار خوب تنظیم کردن. امی کمبوتات از طریق فعال ساختن دستگاه 105 مگاوات حرارتی ترخیل و همچنان دستگاه حرارتی دیگه که در شهر کابل وجود داره، اونا البته در اون صورت بسیار مصرف بالا میره و جبیره کردن این کمبود کار بسیار مشکل است. چرا ما از پارسال تا و الهال کدام منبع جدید را به کار ننداختیم که امسال ما پاسخگوی این کمبودی ها باشیم؟ ما فکر میکنم کمبودی ها کماف سابق مانند سال گذشته و یا حتی بیشتر از او خواهد بود. و باز هم توصیه ما به همشهری های محترم امی هست که در پیک تایم ها از منبع از انرژی برق کمتر استفاده بکنه تا همین قطعات و وقفه ها کمتر شود. این یک جهت قضیه است. جهت دوم قضیه است که استفاده از منابع فسیلی، از منابع عنانوی چون زغال سنگ، چوب و غیره واقعا بر آلودگی محیط زیست می افزاید. ولی ما فعلا چاره نداریم به جزی که به اصطلاح بسازیم و بسوزیم. اما در طویل المدت مطابق پالیسی ملی انرژی افغانستان ای در نظر گرفته شده که چطور در رابطه با حفظ محیط زیست و استفاده از انرژی های پاک استفاده شود و ما بتانیم از انرژی هایی که در دسترس داریم، از رینوبل انرژی، منابع آفتابی، منابع بادی، منابع جیومز و جیوترمال و غیره ما بتانیم استفاده کرده بتانیم. در نشست چهارم فکر میکنم یک نشست بین المللی بزرگی داشتین به نام نشست بزرگ چهارم وزرای انرژی سارک. پنجم وزرای انرژی سارک. نه، چهارمش حرف میخوایم بزنیم و قبل از او بود فکر میکنم، و این دین نشست نمیدانم که افغانستان هم شرکت کرده بود یا نه. و همچنان یک کنفرانس بین المللی در همین سال جاری روی انرژی های متفاوت برق یا گرفت انرژی از منابع مختلف برای ایجاد برق همچنان کار شد امسال در خود کابل. در بامیان و غور و همچنان ولایات دیگه مرزی از جنگلات استفاده میشه، چوبار مشکنانن و جنگلات دارن از بین میبرن و همچنان از بوته های صحرایی استفاده میکنن که زمین ساز طوفان ها میشه و همچنان زمین ساز سیل ها به سمت شهرها میشه و از این قبیل خسارات طبیعی را بار میاره و باعث از بین بردن منابع طبیعی میشه. و همچنان نبود برق در اونجا یک جنجال بسیار کلان هست. حالا
چقدر روی این موضوع تلاش شده و بعد از این تلاش میشه که بالاخره برق به افغانستان در تمام جاهایش بیایه؟ بله، این حرف بسیار خوبی است. ما سه روز قبل نشستی که با جناب رئیس جمهور دکتر اشرف غنی احمدزی داشتیم، گزارش وزارت ما را هم شنیدن و بسیار مشخص تر بگوییم که ما در طی 5 سال آینده 2300 مگاوات انرژی را به ظرف تفیلی می افزاییم و البته منابعش مشخص است، کارهایش هم مقدماتا باز شده، فیزیبیلیتی استدیا صورت گرفته، پروژه ها روی دست است و جامعه بین المللی هم حسن نیت نشان داده و همچنان ما ایره دقیق گفته میتونیم که تا 5 سال آینده 2300 مگاوات مقداری هست که ما نتونستیم تا 40 سال گذشته بیشتر از 270 مگاوات تولید بکنیم که یک رقم بسیار بزرگ و اقدام بزرگ است. ما در می 270 مگاوات ظرفیت داخلی و 1210 مگاوات خارجی تانستیم که 42% هم تران خود ضرورت انرژیش مرفوع بسازیم و اگر این 2700 مگاوات زیاد میشه ما مطمئن هستم که ما به 1% بلند در تقریبا در حدود 80% مرفوع خواهد شد. قابل تذکر است که ضرورت انرژی ما تا سال 2025 5000 مگاوات تخمین شده. قبلا در ماستر پلان 20 ساله ما این تا سال 2032 5000 مگاوات بود و این نشان میده که رشد اقتصادی و شکوفایی اقتصادی کشور ما و تزیید عاید سرانه یا جی دی پی کشور در کشور ما بالا میره و ضرورت به انرژی مبین ازی هست که ما آهسته آهسته میریم به طرف مدرنیزه شدن. بسیار خوب. چند روز قبل در کنفرانس پنجم وزرای انرژی سارک نیز افغانستان و همچنان وزارت انرژی آب و برق شرکت داشتند و اینکه در این نشست چه موضوعاتی را تبادل نظر کردند. بعد از یک وقفه برمی‌گردیم. سلام، در برنامه زیربنا هستید و روی موضوع برق و قراردادهای برق در این اواخر و همچنان نشست پنجم وزرای انرژی سارک در دهلی که کشور ما نیز در آنجا شرکت داشتند و از آقای انجینیر حبیب الرحمن رحمت مایار مشاور وزارت آب و برق دعوت کردیم که به موضوع بپردازند و تا چند دقیقه دیگر نیز با شما خواهیم بود. آقای مایار، سوال ما قبلاً تر شد این که در نشست پنجم وزرای انرژی سارک چه موضوعات را بدل شد؟ بله، کنفرانس پنجم وزرای انرژی سارک به تاریخ 16 عبده اکتوبر در کشور پهناور هندوستان در دیلی دایر شده بود. کشورهای عضو سارک که 8 کشور است به شمول مالدیو، سریلانکا، بوتان، نیپال، هندوستان، پاکستان و افغانستان و در این اجلاس به جز از پاکستان همه کشور حضور به هم رسانیده بودند، روی موضوعات از قبیل بررسی کارکردهای سارک یا انجمن همکاری های اقتصادی جنوب حوزه جنوب آسیا به بررسی گرفته شد که در او رابطه به همکاری های متقابل و مفید و همچنان در رابطه با تبادله تکنولوژی و دیتاها و معلومات بین کشورها، در رابطه با ترانزیت انرژی و تصدیر انرژی از کشوری که مازاد انرژی داره به کشوری که در ضرورت انرژی قرار داره و همچنان همکاری های رشد ظرفیت ها صحبت شد که افغانستان من حیث کوریدور بین المللی برای ترانزیت در یک مقام بسیار عالی قرار گرفت و کشور هندوستان وعده سپرد که سالانه 100 نفر از تکنیشن ها و متخصصین انرژی ما را اونا ظرفیت میتن و همچنان به تحصیلات عالی به کشور هندوستان از طریق انستیتوت تربیوی وزارت انرژی و آب دوجا حضور به هم میرسانن. همچنان در رابطه با سرمایه گذاری سکتور خصوصی کشور هندوستان و تمام حوزه سارک وزیر انرژی ما جناب عارف نورزی دعوت کرد از کشورهای سارک تا در افغانستان سرمایه گذاری بکنه و ما حق اولیت برای سرمایه گذاران کشورهای عضو سارک قائل هستیم، البته مطابق قوانین افغانستان که هم پذیرفته شد و همچنان ما بازدیدی داشتیم از یکی از فابریکات بزرگ تولید برق در شمال هندوستان در دامنه کوههای زیبای همالیا که یه هم بر تجارب هیئت افغانستان افزود که برای ما جالب بود و ما بهترین مسیج و پیام را در سکتور انرژی افغانستان داریم.
به ترتیب کنفرانس باید بعد از طی دو روز با راه‌اندازی یک گردمایی ژورنالیستان در حضور وزرای انرژی سارک به پایان رسید. بسیار خوب. آقای مایار، مفیدیت پروژه برق کاسا چه اندازه است و در داشتن بیشتر این انرژی در خود کشور ما چقدر کمک میکنه؟ پروژه کاسا یکی از سیمبول های خوب مودت و همکاری و حسن همجواری بین کشورهای همسایه مثل افغانستان و پاکستان است و همچنان روابط ما را در عرصه تجارت بین المللی و تجارت فرامرزی انرژی بهبود می بخشه و تقویه می کنه و ما را می بره به طرف سازمان بین المللی تجارت که ما عضو فعال زو باشیم. به این خاطر این اولین کوریدور و اولین پروژه است که صرف 1300 مگاوات به داخل افغانستان میاره و از طریق افغانستان 1000 مگاوات از او به پاکستان فرستاده میشه که این بالای تحکیم روابط، بالای همکاری های متقابل، بالای اعتماد متقابل و در راستای تامین صلح و همکاری های بیشتری که سالها از او داد زده شده، ما فکر میکنیم این پروژه میتونه که باعث تامین روابط و تعمیق روابط بیشتر دوستانه بین افغانستان و پاکستان شود. همچنان افغانستان کوریدوری بین المللی هست برای فرستادن گاز اضافی آسیای مرکزی از طریق گاز اضافی ترکمنستان و انرژی های اضافی ترکمنستان و ازبکستان و تاجیکستان که میشه در آینده ما انرژی مازاد خود هم از افغانستان بفرستیم، چنانچه اگر بند دشت جم که 4000 مگاوات ما در یک نقطه تولید میکنیم و این بند مشترک بین افغانستان و تاجیکستان است و فیزیبیلیتی استدی ازی در زمان اتحاد شوروی سابق تکمیل شده ولی حال ما او را بازنگری هم میکنیم، مطمئن هستم که این یک از پروژه های خود بود که ما ضرورت کشور خود هم رفع خواهد کردیم و انرژی مازاد خود هم از طریق کوریدور کازا توزند به کشورهای همسایه صادر خواهد کردیم که خودش یک خبر بسیار خوش برای هموطنان گرامی و در افغانستان و جهان است. بسیار خوب. گرچه این سوال بارها ما مطرح کردیم این که چرا روی تولید برق بادی و آفتابی کار نشده در افغانستان و همچنان آبهای افغانستان چرا به سمت مهار شدن نمیره برای که افغانستان از نگاه تولید برق خودکفا شود؟ البته در رابطه با مهار کردن آبهای افغانستان که 57 میلیارد متر مکعب آب داره ما و صرف 37% از او را استفاده میکنیم، این یک موضوع طولانی هست که قانون آب افغانستان مسجل شده. فعلا ما در رابطه با تنظیم آب و مدیریت آب لوایح و قوانین را داریم، پروژه های روی دست است تا ما بتانیم که در این رابطه با واتر گلوبال پارتنرشپ بپیوندیم و حقابه ما یا حقابه خود با کشورهایی که ما هم مرز هستیم و آبهای ما به طرف از اونا سرازیر است یا به اصطلاح ما اپستریم و اونا داونستریم هستند، در این رابطه مذاکرات جریان داره و من مطمئن هستم نتایج خوبی به دست خواهد آمد. البته موضوعی نیست که در یک سال دو سال حل شوه. ما یک قرارداد آب بین افغانستان و ایران داریم که در زمان اعلی حضرت ظاهر شاه بابای ملت و صدارت موسی شفیق امضا شده که او هنوز پا بر جا هست و ما کوشش میکنیم عین قراردادها را با سایر کشورهای دوست داشته باشیم. این یک قضیه است که ما میخواهیم همزمان منافع ملی خود و منافع ملی همو کشورها را هم تامین بکنیم که این یک موضوع به اصطلاح سهولت بخشنده باشه. چنانچه اعمار بند بالای دریای کنر در دو نقطه از جمله موضوعات بسیار جالبی هست که هم جانب پاکستان و هم حکومت افغانستان در زمان رئیس جمهور سابق جناب حامد کرزی این توافق صورت گرفته و حکومت پاکستان آماده هست که مطالعات تکنیکی و مسائلی که ما پیش بردیم اونا هم او را ریویو بکنه و با ما شریک بسازه و ما در جستجوی دونرهای قوی هستیم، چنانچه سفر رئیس جمهور دکتر اشرف غنی احمدزی به چین که قریب به وقوع می‌پیونده این موضوع از موضوعات داغی است که در کمیسیون تدارکات در نظر گرفته شده که روی از او بحث خواهد شد و ما مطمئن هستم که ما امی حرف شما را برش پاسخ مثبت خواهد داشتیم که ما میتونیم در آینده نه چندان دور در 5 سال آینده 2500 مگاوات انرژی اضافی را تولید خواهد کرد. بسیار خوب، فکر میکنم بیش از 1.5 دقیقه دیگه برای برنامه وقت نداریم. اولا کوتاه میخواییم بپرسیم که امسال زمستان پرچوی برق زیاد خواهد داشتیم یا از سالهای دیگه کمتر خواهد بود؟ فقط مثل سال گذشته باید انتظار داشته باشیم. بسیار خوب. و همچنان طرح‌های
امیدوار کننده چی خواهد بود؟ یعنی روی دست طرح‌های بسیار قاطع، وعده های بسیار جدی، نه وعده بلکه در عمل تطبیق میشه، پلان های بسیار مشخص و تعهد مسئولین وزارت انرژی و آب افغانستان در قبال از او و تعهدات دولت حکومت وحدت ملی چیزهایی است که ما را 100% باورمند میسازه که ما در آینده نزدیک صاحب انرژی خودکفا خواهد بودیم. بسیار خوب. حرف ها پیرامون این موضوع زیاد هست و ما انتظار داریم که صاحب برق خود در افغانستان شویم و شبهای تاریک تمام افغان ها روشن شود. شما را به خداوند می سپاریم تا برنامه بعد. بدرود.